آره درسته اینجا خدمات اجتماعی بچه ها رو از پدر مادر رو جدا میکنه شماها ها صد درصدتون به خاطر آینده مهاجرت میکنید پنجا درصدتون به خاطر خودتون پنجا درصد به خاطر بچه هاتونید ما هر دوش بود یعنی هم 50 درصد به خاطر خودمون درصد الان کیف میکنیم که مثلا برای آینده بچه هامون یه تصمیمی رو گرفتیم اه بچه من شهروزم من سمیرا اینجا پادکست سفر ما صحبت میکنیم راجع به تجربه هامون خاطراتمون اتفاقایی که برامون افتاده اینجا حتما به درتون میخوره چون به هر حال یا بلایی که سر ما اومده ممکنه سرتون بیاد یا سرتون اومده به ما یک چیزی یاد بدین به هر حال یه بده بستون خیلی باحالیه که تو این کانال با هم رد و بدل میکنیم بچه من و سمیرا رفتیم یه سری مطلب براتون آماده کردیم یه سری من نوشتم اینجا همینجا دارم پایین نگاه میکنم اونجا رو نگاه یه خاطره براتون تعریف کنم که بره پیش مقدمه بریم بگیم که میخوایم راجع به چی صحبت کنیم البته میدونید راجب چی میخوایم صحبت کنیم خدمات اجتماعی که بچه ها رو از پدر مادر جدا میکنه تو سوئد که خیلی هم صدا کرده خیلی آتون هم که میخواین به صورت تحصیلی یا کاری بیاین سوئد خیلی سوال کرده بودن که چی نکنه بیاین بچه‌مون از رو ازمون بگیرن خب چون خبرها درست منتشر نمیشه دیگه ما تازه اومده بودیم سوئد رفتیم خونه یه آشنایی از این ایرانیای قدی از این ایرانیایی که میگه قدیمی ام و من اینجا موندم و اطلاعات زیادی دارم و آ... راه و من بتون میدم و اینا خ... کلی کلاس گذاشت و دخترش دیر اومد خونه بچا نمیدونم حالا میخواست اون روز جلو ما کلاس بذاره آه. یا مثلا زرچشی چشی چیزی بگیره دختره در زد بهش برگشت گفتش که ببین دیر اومدی برو همون جایی که بودی آره یادم برگرد همونجا این جمله هایی که مثلا ده سی و چهل تو ایران میگفتن دختره رفت دیگه پیداش نشد ما هم از این فرهنگ های کهنه در و داغون اینجوری فرار کرده بودیم اومده بودیم اینجا گفتیم با از این هم بیا فرار کنیم دیگه اسم این آدمه رو نهی بردیم من فقط چند وقت بعد آمارش رو گرفتم دختره دیگه برنگشته بود خونه سوسی... سوسیال یا حالا هم دولت سوئیت کمکش کرده بود که یه دختر 16 ساله یه خونه بگیره خودش تنهایی یه زندگی تشکیل بده حقوق ماهانه داشته باشه هزانتر هم از اون مادره گرفت که اصلا دیگه راحت باشه من فکر کنم دیگه الان آمارش رو نداریم ولی فکر میکنم دیگه برگرده اون آره. دختر چون بچه ها بعضی وقتا اینقدر حساسا یه همه چی فراموش میشه این یه خاطره بود بچه براتون بگم حالا بحثی که ما میخوایم بکنیم از خبرهاییه که میگه که سوسیال سوئد یا همون اداره خدمات اجتماعی بچه ها رو از پدر مادرشون جدا میکنه خبر اصلی هم از یه خبرگزاری خیلی خاصه که نوشته بچه‌های خب. بچه های مسلمون رو از پدر مادرشون جدا میکنه آره هلا. من اینا رو بعضی رو دیدم تو تیک تاک و اینستاگرام فیلم میذاشتن تو چی داری اضافه کنی به شهروز من یه چیزی که برام خیلی جالبه اینه که راجع به فرهنگ‌ها ف... بعضی از این های که م... توی یه سری مثلا حالا این کشورها آدما هست برام خیلی جالب بود مثلا یه سریاشون میگفتن بچه از همون کوچیکی بعد مثلا مشروب بخوره یا مثلا یه سریشون میگفتن بچه از تو کوچیکی باید حتما تو چششون هم سیاه کنن یا من اینا رو, رو بچه تو سن 35 40 سالگی یه سری چیزها رو یاد گرفتم واقعا برام خیلی عجیب بود که مثلا مثلا به یه بچه مثلا میگن که دو سه سال به بالا مثلا میگن که باید یه سری مواد آرایشی تو صورتش استفاده کنن حالا همون سرمه حالا هر چیزی اگه شما حتما اطلاعاتی دارید بچه با ما رد و بدل کنید ما بیشتر یاد بگیریم راجبه به این موضوع ولی من درست نمیدونم مثلا بگیم که تو فرهنگمون تو عرفمون تو شرعمون مثلا میگه که بچه باید سرمه تو چشش بماله آخر... آره خیلی واقعا بر من عجیب بود این که مثلا بگن مفیدم هست و اینا چیز نیست من چند تا چیز دیگرم هم نوشتم یه سری فرهنگ یه سری دینا به بچه به بچه کوچولو بچه و شراب میدن بخوره شراب خب یکی از مشروبات الکلیه خب اصلا چی... به هیچ وجه کار بهداشتی و سلامتی نیست بذار بزاره... من یه چیزی برد بگم شهر روز راجبه اینی که گفتی بچه من اگه اشتباه نکنم پارسال بود کلاس زبان انگلیسی میرفتم یه معلمی بود مال کتاب داستانم بود هر دفعه میومد مثلا ایتالیایی بود خانم میومد حرف میزد اصلا من همچی چیزی رو نمیدونستم تو همچی فرهنگی دارن بعد یه دفعه برگشت گفت که بچه ها میدونید اگه توی ایتالیا بچه که به دنیا میاد به زبانی که مثلا اصلا به دنیا میاد کوچیک و اینا شروع میکنن به این بچه شراب دادن مشروب دادن چون تو خونه خودشون میگفت ما درست میکنیم گفت من یادم از اون بچگی سر سفره باید همه میخوردن یعنی اصلا فرق نمیکرد که تو چند سالته بعد حتما این شراب رو بخوری ولی الان تو سوئد با یه بچه این کار بکنی زیر کنم 16 سال یا 17 سال قشنگ جرمه ما بچه ها نمیگیم کار خوبی کار بدیه ها من حالا راجع به جرمش اینا هم هی جلوتر چیز نوشتم مثلا بچه ها تو فرهنگ حالا شاید این برای شما هم آشنا باشه تو بعضی از دینا بعضی از فرهنگ ها بچه دو سه ساله مثلا لباس خاصی باید بپوشه حجاب خاصی باید داشته باشه باز دوباره من اینجا چیزو مثال مثال زدم ختنه رو مثلا مثال زدم که بعضی از فرهنگ ها بعضی از کشورها بعضی از دینا دختر و پسر هر دو خط نمیشن یه چیزش، یه چیز دیگهش که نوشته بودم دیگه خودمون همش رو تجربه داریم بچه به دنیا میاد بچه ها بزرگتر براش دین تعیین میکنه یعنی بهش میگه که تو چه دینی داشته باشی یعنی این بچه نوزادی که هیچی نمیدونه اطلاعات نداره بهش میگه دین تو مثلا من بهت میگم چی باشه حالا این اطلاعاتیه که حالا وقتی میری تو کل جهان میچرخی ریزترم بشی چیزهای عجیبتری هم میبینی یه سری هستن مثلا حلقه میندازن تو دهن بچهشون بشخاب میکنن تو فک بچهشون نمیدونم یه سری ها دیدم این حلقه ها رو میندازن گردن بچه که بچه گردنش بلنشه بعضیا بعضی وزنه آویزون میکنن به پای بچه پا، این ساق پاش بلنشه خیلی چیزای عجیبی تو جهان هست ما اومدیم اینجا باهاش روبرو شدیم بچا سوئد مثل مثلا کانادا یک جهان چند ملیتیه که مثلا همه, همه هم. از همه جا اومدن فکر نکنید فقط عربا اومدن بعد عربا فقط ایرانی ها اومدن نه همه ملیت ها اینجا, تو اینجا هستن آره. زیاد حالا مثلا درصد مثلا ممکنه کل از این مهاجرا مثلا 50 درصدش عرب باشه این 50 درصد بقیه 60 70 تا ملیت همه جای, جای دنیا, دنیا هستن آره ما مثلا میبینیم فیلیپینی تایلندی کره چینی کره شمالی کره جنوبی پاکستانی ایرانی ایرانی افغانی آره. هندی از اون ور برو تمام کشورهای آفریقایی بچا یه چیزی هست که شما ممکنه بپرسین مثلا بگین که خب اینا باعث میشه مثلا بده تو سوئد یا خوبه اول من کلی بهتون بگم تربیت بچه تو سوئد آزاده تو هر جور دلت میخواد بچه تو میتونی تربیت کنی اینا نمیتونن مثلا انقدر ریز بشن که بگن همونجور که ما میگیم بچه تو تربیت کن آره. این یه مسئله است مثل بعضی از دینا که دیدی هر دینه مثلا تفسیر داره ده جور میشه تفسیرش کرد قوانین هم اینجوریه دیگه مثلا نمیتونی بگی, بگی بچه تو تربیت کن از طرف دیگه ولی میان رو تربیت چیز نظارت میکنن پدر مادر ها مثلا ها میگن اگه مثلا تو این سرمه رو زدی ما احساس کنیم داری ضرر جسمی بهش میرسونی این این دیگه اون وقته آه که اه بعد باسه این ترکسریه دیگه آزار رسوندن مثلا به بچه هست یکی دیگهش مثلا مادریه که مثلا موی بچه ورم داره دکلوره میکنه مثلا رنگ دکلوره که خیلی خطرناک شیمیاییه من یه امتحان کردم دهنم سرویس شد خیلی دوست دارم بچا مشک حالا موهای من که سوخته ولی آره پدرم درم نشد یه سری کارهای دیگه مثلا بچا الان سوال اصلی سوال اصلی واسه همه ماها من که دیگه 43 سالم شد دیر شد رفت چیه سربازی نیست نگران نباش خط نست آقا هنوز بحثه که ختنه خوبه یا نه الان خیلیاتون توی کامنت ها بنویسید که ختنه خوبه یا نه آقا بحث آزاده ها نمیدونم حالا, حالا خوبه یا نش که نمیدونم ولی من خوبه اصلا خوب و بدی داره میخوام قضیه بگم من میخوام همین رو بگم از من مطالعه آره، تو اگه مطالعه <تصفح> نایمدی نا سوال درسته از نظر قوانین پزشکی سوئد ختنه رد شده است ختنه کار بدویه البته تو سوئد ممنوعه آه. تا اونجا که من میدونم ما... ختنه تو سوئد ممنوعه ممنوعه بچا ممنوعه راست بچا من, من یه سری دوست دارم که اونا که میخواستن رو ختنه کنن رفتن خارج از سوئد یعنی این کارو کردن این چه سری رابطه رو قطع کن اه. آه. ببین اما بخاطر خدمه <applause> آره چون طرف داره کار غیر قانونی میکنه وقتی مثلا میگن آقا سیگار مثلا ممنوعه وقتی تو بکشی داره کار خا... مثلا دیدی میگن فلان جا جیش نکن ممنوعه این یکی از اون تصمیم <applause> یه که بعد باسه بچه خودت نباید بگیری بعد بذاری خودش اگه خواست آره آره بچا یه سری چیزا هم هست که اینا مثلا تو سوئد ما فقط داریم برای اطلاع رسانی میگیم ما به ما بگین بچه بگین ما اطلاعاتمون زیاد چه بنویسید تو کامنت ها آیا مثلا درسته یا نه مثلا بحث کنیم با هم میگن تو سو... آره سوئد میگن که درست نیست که ما برای بچه‌مون تو سن به دنیا اومدنش دینشو رو تعیین کنیم یعنی هر روز من یه ذره با تو این چیز م... نه مخالفت دارم میکنم دیگه ببین چند روز پیش اتفاقا من شهر رو دیدم خود همین سوئدیا ها حالا کسی مخالف باشه بچه نوزادشو داشت میبرد چی میگن آب میرزن رو سرشون که غسل تعمید. تعمید بدن خب اونم داره واسه بچه‌ش یه جورایی تعیین میکنه که تو بعد از الان مثلا مسیحی باشی حالا اونم یه جوری آره هست دیگه. حرف درستی داری میزنی خب میگم اونم بده آره اونم بده یعنی, منظورم نه منظورم این بود که تو سوئدیا اینجوری نیست فکر نکنید ندارن اصلا فلان نمیکنن اونا هم یه سریاشون خب ب... بچا ببینید مثلا همون جوری که من سوادم هی رفت بالاتر فهمیدم مسیحیت مثلا 1700 800 تا شاخه داره حالا اسلام دو تا شاخه داره ولی مسیحیت مثلا ه... شاخه <تص> داره <تص> 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 همه دینا آقا محترم بوس 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 همشون ولی بچه ها مثلا این که فقط بحث سر اینه که اینا میگن که اصلا بیا اصلا منو تو اظهار نکنیم موافق یا مخالفیم اینا بحثشون اینه که بچه نوزاد تو نباید براش تصمیم بگیری خودش باید تصمیم بگیره بعد قانونی هم براش گذاشتن نوشتن طبق این قانون از 15 سالگی خود بچه میتونه تصمیم بگیره دین انتخاب کنه حتی اگر مثلا شما یه کشور دیگه اومده باشی براش هم دین انتخاب کرده باشی خودش 15 سالگی میتونه بیاد به ما بگه ما کمکش میکنیم دینش رو انتخاب کنه عوض کنه یا هر کاری دیگه بکنه این یه بس. مسئله بعدی راجع به اه. زود 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 بچه ما موضوع رو آره میریم جلوسن مثلا بعدی که... چیه راجب آها راجب پدر من خیلی رفته بودم تحقیق کرده بودم راجب پدر بچه بچه ما خود خدایش بگین خودتون کلاتون رو قاضی کنید یه عمر ما با این فرهنگ بزرگ شدیم بچه رو کاشتی خرجش هم بده نمیدونم اومدی زربه رو زدی فلان کردی تا تش بای؟ باید وایسی آره دیگه غیر از این که نبود ما اومدیم سوئد حالا هیچ کم نبوده فکر فامیلا این بشنویم ولی قدیما بود کلا تو فرنگ ایرانی این شکلیه که بچه رو پس می‌ندازی پس انداختنی اسمش پس انداختنی بعد خرجشو بدی باید آره تو تاش وایسی من اینجا قانون رفتم پیدا کردم که نوشته که مهم نیست اصلا بابای بچه کیه در صورتی صحیح... که... البته ازدواج نکردن ها در صورتی که ازدواج نکرده باشن مهم نیست بابا بچه کیه ازدواج کرده که مهم معلومه ازدواج کرده باشن باباش کس دیگه باشه چی دیگه کسی نمیگه میگه به بابای بچت همین هست یا نه ولی خب میگه ازدواج کرده دیگه هستش نه ببینید بچه به این صورت پیش میبرن که از مادری که داره بچه رو وضع هم میکنه و مهمترین عامل زندگی یک انسانه ازش میپرسن بابای بچه کیه میگه یا همین شوهرمه یا اصلا من شوهر ندارم دوست سرمه یا هر کی یه اسمی میگه یا اصلا مادر تنها آره این اسمه به اون آقای صدای بچه صدا چجوریه مثلا صدامون بلند, بلند و کم نباشه به اون آقای مراجعه میکنن میگن که این خانمه گفته که شما بابای بچه یا بابای مثلا اینجوری میکنه آره خیلی خوشحالم منم باباش من یا مثلا تکذیب میکنه اگه خوشحالی کرد و آقا امضا و فلان اینا بابا ثبت میشه و میره ثبت اول تموم میشه میره اونم البته بگم با اجازه مادرها میگن میخوای اسم این بیاد واسه پدر بچه یا نه آره آره آره, الان آره. 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 آره دوباره, آره. آره. آره دوباره این چیزا آره میگی... مادر الان آره چیز آره میگه همه میان میگن مرد مرد <applause> ستیزه <applause> <applause> یه موردی هست که حالا خب به هر حال یه جوری باید یه بابایی ثبت بشه اگه بابا اصلا گموگور بود که اصلا ولش کنم چیه اگر بابای مزنونی آدم مزنونی پیدا شد مثلا میگن که خب چرا بابا بیمعرفت نمیای به عهده بگیری یه تست دی ای میگیرن که فقط اسمش رو ثبت کنن بچه مثلا پسورد بزرگ شد بدون مثلا از کجا اومده این داستان پدر بودن تو سوئد اینجوری نیست که مثلا بگن آقا من قصه های دهه شست اگه بگم <تصفيق> <تصفيق> که مثلا طرف رو با دختری میگرفتن ببین قبل از اینکه اصلا داستان بچه دار شدن پیش بیاد عقدشون میکردن ها تو سنت نمیخوره نه من رو تو دعیم آره آره من یه موقعی میشنیدم ولی نه منم من هم سنم بچه فقط شنیدم که مثلا به دختر و پسر و مثلا اون موقع کمیته بود و کلان تریوی مثلا میگرفتن عقد میکردن <applause> خوشبال دختر پسره بود اون لحظه نه با کجا دختر بعد شد <تصفيق> پسرم <تصفيق> هم پسرم یه پسر الدنگ سرباری میشد که الان مثلا شده 40 50 سالشون بچه تو تفلک ها همش <applause> افسردگی و اینا بحث بعدی بچه ها بحث بعدی تربیت بچه است ما هنوز روی مسئله سوسیال و سوسیال و خدمات و اجتماعی که بچه را از پدر مادر میگیره بحث میخوایم بکنیم ببین شکی درش نیست که خرج بچه و تربیت بچه با پدر مادره <applause> اگر پدری تایید کرد که من پدر بچه هم باید با مادر مشارکت کنه برای خرج بچه بحث بعدی تربیت بچه است تربیت بچه هم توافقی باید با هم انجام بدن و تربیت همونجور که گفتم بچه ها ببین یه جوری آزاده دست خودته خودت به بچه میگی آقا مسواک خوبه الکل بده تنباکو بده ورزش خوبه من نمیدونم دیگه شما هر چی مثلا ما <applause> پدر مادری داریم که میگه مثلا اسلحه خوبه پدر مادری داریم که مثلا میگه این سر تو بزن به دیوار کار خوبی حالا پدر مادری هم هست که میگه مسواک زدن خوبه ما از اونایم <applause> ما از اونایی که مثلا مسواک خوبه مسواک بزنید آره بعد یه شکلات میدی به بچت میگه وای چه کار وحشتناکی می‌کنی ولی ما اونایی که عذاب وجدان میگیریم مثلا وای پاستیل خورد آخ چخ چخ چیکار کنیم آره مثلا بسوزه این پاستیله همش مثلا بعضی از پدرم دارن اینجوری بعضی از پدرم این یه چیز آزادیه که از این حرکت زشتایی که تو فرنگای قدیمی ما بود میگفتن عزیزم بچه هر چی میخواد براش بخر بعد اگه کسی به من بگه همینجا بهتون میگم دوست موستایی که دارید این ویدیو رو میبینید بگی میذارم تو دهن کسی که این حرفو بزنه به من بگه بچت بچت شهر روز چون بچه, تا... بچه, تا... بچه و اسباب بازی میخواد براش بخر یعنی اصلا... یه یه سری چیزا رو میگن بذار بچت امتحان کنه بفهمه بده مثلا یه یهو مشروب میاره میگه بذار مشروب رو بخور مزه بکنه اصلا من شوکه میشم آقا ما از اوناش نیستیم میخواد با ما رفت نکن یعنی چت خوشش بیاد وقتی <تص> این این مسئله یه که من میخوام بهتون بگم و مسئله بعدی مسئله صدمه زدنه آقا اگر به بچت صدمه زدی خب تو حق نداری پدر مادر بچت باشی دیگه بعد حالا خیلی از شما ممکنه بگید که من الان میخوام بیام سوئد الان باید نگران این موضوع باشم که مثلا اینا بیان به من چی میگن تهمت اینو یا بهتان بزنن که آقا تو صدمه زدی بچت رو میخوام بگیریم آیا باید نگران این باشیم بچه ها ببین یه مسئله ای که هست توی مدرسه و مهد کودک بچه ها رو سوال پیچ میکنن انقدر بچه ها و پدر رو سوال پیچ میکنن که اگه سوتی ازش در بیارن اون موقع است که آی و وای و این حرفا آره دقیقا از توی فشگولا یعنی همون مهد از بچه میپرسه مثلا حتی مثلا یواشکی خب مامان چی خرید بابا چی خرید مامان بابا چی کار میکنن یه سری از این سوالا پرسیده میشه از بچه بچه من رفیق دارم معلم رفیق دارم تو فشگولا اینا رفیقا من خیلی برام عزیزم ولی مثلا من ایرانی دیدم که بیمعرفت رفته با بچه مثلا ما نشسته حرف زده گفته که مامانت میزنتت یا نمیزنتت خب ببین بچه کوچولو نه تا آره گفتنش خیلی لب مرزه قبل از اینکه جواب بده اومد به ما گو گو. این دنس سرویس داره اما میپرسه که منو میزنید یا نه خب آخه خیلی نامردیه که تو ی هموطن یا بهت گفتن برو به فارسی فضولی کن یا خودت انقدر نامردی که اینجوری اومدی فضولی میکنی ولی از یه طرف هم بچه کار خوبیه خب بیان ببینن که به درمداره کارش درسته اینا. بگو بگو ببخش بچه من یه خاطره تعریف کنم از این قضیه یه دوستی دارم من توی فشکولا یا همون مهد کار میکنه بعد یه دفعه واسه همون یه خاطره تعریف میکرد گفت آره ببین سمیرا اینجوری شده اینا یه بچه ای اونجا بوده که این بچه از این مثلا حالا نمیدونم حالا از طرف پدر مادر بوده یا از طرف خود فشکولا اتفاق افتاده به خاطر پوشک پاش سوخته بوده سوخته بوده بعد چند روز که می اومده هم خسته بوده همین سوختگی رو داشته بعد مهد به سوسیال خبر میده که آره همچین اتفاقی واسه این بچه افتاده بیاید مثلا پدر مادر رو چک کنید که میرن و خونشون رو چک میکنن و مثلا ازشون سوال جواب میکنن و هی اینقدر میرن میان و اینا که داشتن ازشون بچه رو یه جورایی میگرفتن دیگه که ببینن که بچه رو دارن اذیت میکنن یا نه بعد فهمیدن نه به خاطر اینکه حالا پوشکه مثل که دیر عوض شده بوده یا هرچی همچین چیزی مثلا این بچه سوخته شده بوده حالا سر همین بچه من خیلی حالت چشم هم چشمی برام خیلی مهمه من اینا رو بهتون بگم رو راست من از مردای ایرانی هم چشم هم چشمی کدوم خیم... حالا قدوم. قدوم. آقا ما رفتیم کلی این حفاظای برق خریدیم و از این محافظای گاز که تو کانادا بیشتر دیدینش این یه صفحه بلندی میاد روی گاز که دست بچه به هیچ وجه به گاز نمیره سمت گاز بعد دونه دونه موکتا رو چسبوندم به زمین تمام لبه های تیز هر میزی تو خونمون بود هر جا این محافظا لاستیکی ها گرفت تو کله بری روش هیچی نمیشه بعد رفته بودم سر همین موضوع تیز گفتم که آقا چرا هیچ کی کنترل نمیکنه ما رو چرا هیچ کی نمیاد مثلا من شنیدم که شما میرین خونه رو چک میکنید کنترل میکنید چرا هیچ کی نمیاد ما رو کنترل کنه رفتم توی چیز درمونگا به اون بهش میگم بچا بهوسه به اون بارن سنترال بهشون گفتم که چرا نمیای کنترل کنید گفت آماده بودم دیگه میخواستم به رخ بکشم اینو گفت ببین ما با شما صحبت کردیم اوکی هستین شما شما لازم نیست که اینقدر حالم گرفته شده گفتم یه کم میخوام بهمون گیر بده گیر نمیده من یه چیزی راجع به خارج همیشه شوخی میکردم به سمیرا میگفتم میگفتم ببین خارجی که توش گوگل سرچ کنی نیم ساعت این یوتیوبش نچرخه گشت ارشاد گیر نده پلیسش اذیت نکنه بی خود و این چیزا نباشه به درد نمیخوره یه سری یه دیگه دارم شده به خدا <تصفيق> <تصفيق> <متلاح> بچه راجع این بیوسه میخواستم یه چیزی بگم بیوسه وقتی بچه به دنیا میاد یه جورایی اینجا چکمون میکنن بچه که به دنیا میاد همون هفته اول یه خانم پرستاری که حالا اون چکش میکنه مسئول تا 5-6 سالگی چک میکنه میاد خونه رو چک میکنه یعنی میاد بچه رو میبینه وضعیت زندگی رو میبینه مثلا خونه چه جوریه من یه دوست داشتم یه خاطر دیگه هم میگم اینو من یه ای دوست داشتم سگ داشت بعد این سگش خب مثلا خیلی دیر به دیر مثل که تمیز میکرده و اینو رو خیلی بوی دیدی دیگه چه جوریه بوی بعدی میگیره بعد روزی که این خانم میخواست بیاد رفته بود تمام خونه رو شسته بود چون اگه میومد چک میکردن مثلا میدن بو میده یا مثلا کثیف خونه به خاطر سگ زره واسهشون مشکل ایجاد میشد یعنی اصلا نمیدونید چقدر چه, جوریه دیگه اینجوری هم هستن که میرن چک میکنن بچا می اگر اومدید سوئد اگر بچه دارید بچه مثلا فعلا زیر 6 سال اگر باید حتما برید یه درمونگاه کودکان ثبت نامش کنید بعد اینا حدود مثلا 6 ماه بار یک سال یه بار اینو چکش میکنن این چک کردنه یو تعجب نکنید ممکنه خونتون هم بیان ممکنه نیان این چک کردنه هست ازش تعجب نکنید بچه حتما اگه سوالی دارید بنویسید راجع به این ما بتونیم یه ویدیو که شما دلتون میخواد مطلبی که شما دلتون میخواد و براتون در بیاریم دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا کردین سمیرا مرسی که با همون بودین این سر... این ور صورت من مگه بهتر نبود چرا الان ور آره چه جوریه نمیخوای عوض کنی یه ذره دیگه این یعنی حالا گذاش ویدیو تموم شه بچا من عوض کنم این... بچا کدوم ور خوبه سور... این ور بچا نگاه کن سمت خوبه نه این ورم خوب نیست یه جوری توپل شد بیا این ورش این اون ور خوبه بود نه نه من همین ور ببینید ستیزی پارمون کرده اینجا نگ